وطنداره عزیز و دوست داشتنی، سلام. من دکتر قیس نکزاد هستم. ما میخواهیم در مورد عجیب براتون معلومات رای کنم که چه وقت ما در تداوی شکر بر یک مریض انسولین شروع میکنیم. و اگر انسولین شروع کردیم، انسولین چه عوارض جانبی داره؟ به صورت عموم، مریضایی که ایجاب میکنه که به خاطر مدیریت و تداوی شکر پیشون انسولین به خاطر تداوی شروع شوه، چند گروپی از افراد است. نمبر اول، تمام مریضایی که دیابت تایپ 1 دارن یا شکر نوع اول دارن، حیات از اینا وابسته به انسولین است. در بدن از اینا اصلا حجره بتا نیست، حجره بتا که نبود اصلا انسولین نیست، انسولین وقتی که نبود مجبور اگزوجنس انسولین برای زیاد تعداد شد. چون عاطفه هست، پدر و مادر مراجعه میکنه، میگه دکتر صاحب این بچه‌گه که من از پیچکاری کرده، اگه دوا براش توصیه شه بهتر است. ولی او مادر و پدر عزیز من معلومات نداره که حیات از این بچگک باید که انسولین وابسته باشه و تا که مثلا زنده است انسولین خود منظم استفاده کنه و در سه گرفتن انسولین خود کوتاهی نداشته باشه. یعنی مریضای شکر نوع اول را به نام انسولین دیپندنت دیابتس ملیتوس میگن، یعنی شکری که وابسته به انسولین است و باید تحت هیچ نوع شرایطی نه پیچکاری انسولین خود قطع نکنن. به اونجایی که پیچکاری انسولین خود قطع کرد، مریض شکر ببینه که صبح به حالت کما به شفاخانه میارن. دوم، مریضایی که شکر نوع دوم داره و با گرفتن چند دوای انتی دیابتیک یا ضد شکر با دوز بلند شکرشون زیر مدیریت نیامده، مثلا پای گلیتازون استفاده میکنه، خاندان به طور مثال سلفنیلیل یا گلیمپراید استفاده میکنه، خاندان به طور مثال سیتاگلیپتین استفاده میکنه، خاندان به طور مثال بگوانید میتفورمین استفاده میکنه، ولی بازم شکر زیر مدیریت نمیده. ما مجبور مکلف هستیم به خاطر از اینکه مو معیار قابل قبول را از لحاظ طبابت به خاطر شکر حاصل کنیم، به اینا پیچکاری انسولین شروع کنیم. سوم کاتگوری عبارت از اون مریضایی است که شکر نوع دوم داره و در یک حالت استرسفول قرار میگیرن. مثلا یک میکروب شدید در بدنش مداخله میکنه، مریض 40 درجه تاو داره، مریض سکته مغزی میکنه، مریض بدن مثلا سکته قلبی میکنه، پیش مریض یک التهاب پانکراس ایجاد میشه، پیش مریض به طور مثال التهاب کیسه صفرا ایجاد میشه، حالت های استرس بار، مریض تو مورد عملیات قرار میگیره، برای جواب انسولین شروع شود. مریضایی که شکر دارن جمع حمل دارن، جستشنال دیابت، تداویش انسولین است، شکر جریان بارداری. و کاتگوری آخر مریضا که باید انسولین استفاده کنن، اون مریضایی هست که با دیابت پیشون اختلالات به وجود آمده، مثلا چشم مریض شکر کور کرده، مثلا گرده مریض شکر فلج کرده. اینی مریضایی هست که باید به خاطر مدیریت شکرشان برشان انسولین توصیه شود. در کجاها انسولین ما زده میتونیم؟ در قسمت بازو، چهاردوبر ناف، قسمت های سوجی، قسمت های بیرونی ران، قسمت های داخلی ران و سوجی، جایی هست که ما میتونیم انسولین را تطبیق کنیم. چه عوارضی از باعث گرفتن انسولین پیش مریضا وجود میاد؟ نمبر اول، عبارت از سقوط قند است. با مریض گفته میشه که با مجرد علائم سقوط قند پیش وجود آمد، تیزه که یک چیز شیرین را استفاده کنه. دوز انسولین ثابت گرفته نمیشه، مقدار انسولین نظر به شکر مریض عیار میشه. نقطه دیگه که یا عوارض دیگه که از باعث تداوی انسولین پیش مریضا وجود میاد، عبارت از لیپو اتروفی و هایپوتروفیس، یعنی در جایی که پیچکاری میشه امکان داره که شهم به اوج ضعف شه یا برعکس بغض بیرو برای. عوارض دیگه انسولین حساسیت است، بعض مریضا که انسولین حساسیت پیدا کنن، بعض مریضا به طور مثال که انسولین در مقابلش بخی حساسیتشان از بین میره، یعنی با وجودی که هر قدر پیچکاری انسولین برشان داده میشه بازم شکر کنترل نمیشه. عوارض دیگه انسولین پوندیدگی است و چاقی. هر مریضی که انسولین میگیره چون یک هورمون انابولیک است وزن را زیاد میسازه. بنابراین اگر امو استدبابات مشخصی که به انسولین ما بر شما در شروع ویدیو بیان کردم پیش مریض موجود است، از این باید حراس نداشته باشه، به هر قیمتی که میشه شکر کنترل شه. مثلا مریض مراجعه میکنه میگه شکرم خوب است، دیگه چند است؟ 270. اینا میفهمه که شکر را ما وقتی میگیم کنترل است که اچ بی 1 سی مریض ماینس سی شکر از 7% بلند نباشه، در شکم گشنه شکر مریض بین 100 تا 130 نگاه شود و در شکم پر بین 160 تا به 180. اینی قابل قبول است و اینمی خدا کنه که توسط سپورت فعالیت فیزیکی دوا و یا که سپورت فعالیت فیزیکی انسولین برای مریض تامین شود، باید به هر نحوه که میشه شکر دینمی رنج برسه.
صفحه یوتیوب دکتر شما را به خاطر کسب معلومات های استاندارد طبی سابسکرایب کنید.